الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم برادر بزرگوار جناب مارشال صاحب معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان محترم ابراهیمی صاحب رئیس ولسی جرگه برادر محترم صلاح الدین ربانی سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان رئیس شورای عالی صلح وکلای محترم پارلمان افغانستان رهبران محترم جهادی مجاهدین عزیز خواهران و برادران محترم فرزندان عبدالمطلب بیگ شهید و خانوادش مردم مسلمان و مجاهد افغانستان که از ولایات مختلف در این محفل حضور به هم رساندین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از حضور همه شما و اتحاف دعا میکنیم بر روح شهدای افغانستان و بر روح عبدالمطلب بیگ شهید که درست یک سال قبل جام شهادت نوشید. سخنرانان قبلی همه جانبه صحبت کردند. ما فقط اظهار خلوص نیت میکنم بر روح یک شهیدی که مورد برادر میدانستم، دوست میدانستم، رفیق میدانستم و همسنگر. خاطری از آخرین دیدار یا در دو روز قبل از شهادتش که چند بار فرصت دیدار میسر شد امور خدمتتان برز میرسانم. مسئله اعلان ائتلاف ملی افغانستان بود. در اون روز عبدالمطلب بیگ شهید و حاجی صاحب احمد خان شهید در جریان محفل بودیم که اونا رسیدن. یکی از سمنگان تشریف آورده بود و عبدالمطلب بیگ شهید هم استخار. از اخلاق عبدالمطلب بیگ شهید یاد شد. من خوب بیاد دارم که در جریان عمو مجلس وقتی خودش آمد و در یک چوکی قرار گرفت در یک جای نشست چندین بار جای خالی کرد وقتی که موسفیدهای دیگر وارد مجلس شدن، یعنی رفت بالاخره در یک گوشه نشست. و حالی هم که دوستای ما میخواستن امو فیلم ببینن که تقاضا کرده بودن خانواده شهید که اگر فیلم هایی باشه در دسترس قرار بگیرن، فقط در یک گوشه نشسته بود. چندین و این دلیلش این بود که چندین بار جای خود به یک موی سفید، به یک بزرگ، به یک آدم محترم خالی کرد. این نمونه اخلاق یک مسلمان است، یک افغان است و از یک مجاهد است که از او خاطره باقی مانده بر ما و نمونه باقی مانده بر ما و بر نسل جوان، بر نسل جوانی که یکی از صفتهای عبدالمطلب بیگ شهید هم امی بود که به جوانها و به پرورش جوانها بسیار متوجه بود. روز بعدش هم که مجلس داشتیم از اون مصفیده چند تنشان در این مجلس حضور دارن، از ولایت تخار آمده بودن، چای صبح یک جای با عبدالمطلب بیگ شهید در جای ما صرف کردن و شامش ناوقت شب دوباره با حاجی صاحب احمد خان سمنگانی که او هم شهید شد. و این دو تن عبدالمطلب بیگ شهید دوستای زیاد داشت، اما اینا که بعد در پارلمان هم یک جای بودن، در گذشته رابطه جهادی هم داشتن و دوره مقاومت دوستای بسیار نزدیک بودن و امروز اونها هم نیستن در بین ما و به شهادت رسیدن. همه و هم حاجی صاحب احمد خان شهید از او خواهش کردیم که یکی دو روز باقی بمانه در کابل، چون فرداش جلسه شورای رهبری ائتلاف ملی بود و ای هر دو شخصیت اعضای شورای رهبری ائتلاف ملی افغانستان بودن. معذرتش همی بود که چون من با امی مصفیده استخار آمدم، اگر اینا را تنها بگذارم که پس بره اینا شاید آزرده شوند و به امون نسبت از اردوی ما معذرت خواست. فرداش برگشت به تخار
و روز بعدش در مراسم جنازه شرکت کرده بود که به شهادت رسید. خداوند جایش بهشت برین داشته باشه و برای خانواده صبر استدعا دارم و عجب استدعا دارم برای دوستا و بازماندگایش و توفیق استدعا دارم که ادامه دهندگان راهش باشن، که الحمدلله همطور فرزندان رشید خداوند همیشانه موفق داشته باشه در همه عرصه امور. از عبدالمطلب بیگ شهید باقی مانده که امروز هم در کنار مردم خود هستن، در پهلوی مردم خود هستن، اموست که مردم هم قدرشان میدانن. کسایی که با مردم زندگی نکردن و در بین مردم نبودن، بودن با مردم برشان یک تکلیف است و لذتش هم درک نمی کنن، قدرش هم نمی دانن، اموست که باز قدر ملت هم نمی دانن، قدر مردم هم نمی دانن. از این مردم قدرشناس، از این مردم با ایمان، از این مردم بزرگوار با کمال عجز ابراز تشکر و سپاسگزاری میکنم. واقعا ملت قدرشناس داریم. امروز در این محفل از هر گوشه افغانستان شخصیت‌های طراز اولش، شخصیت‌هایی که در بین مردم خود به حیث رهبرات تلقی میشن، آمدن و حضور به هم رساندن و با کمال حوصله و با کمال متانت در خود سهیم ساختن در تجلیل از خاطره یک شهید. این شهید به بزرگوارایی که درجه دارن نسبت تشریف دارن، حضور به هم رساندن نسبت خیشی یا قومی با اکثریتشان شاید نداشته باشن، اما همه خود در آرمان شریک می دانن. کو آرمان پاک جهاد، آرمان پاک مقاومت و آرمان پاک افغانستان واحد، افغانستان اسلامی، افغانستان با عزت، افغانستان با افتخار که سرنوشتش به دست خودش باشه، سرنوشت خود به دست خود تعیین کنه، افغانستانی که مردمش با عزت باشن، صاحب حق باشن، در او عدالت باشه، در او وحدت ملی باشه. به خاطر ادامه امیراه دریجه ای بزرگوارا حضور به هم رساندن که باز هم من از همشان ابراز تشکر میکنم.